اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. در این کلیپ به شما آموزشی میدهم که با استفاده از ختم و طلسم بتوانید ترس خود را مهار کنید و به شجاعتی مثال زدنی برسید. ببینید عزیزان، ترس عوامل زیادی دارد. یکی از آن عوامل قرین شرور است که ایجاد وهم و خیالات ترسناک می کند، بلخص زمانی که شما بخواهید عمل روحانی از قبیل چله یا هزار انجام دهید. شیاطین هم همچنین ایجاد ترس می کنند، ایجاد دلهوره می کنند. روح ضعیف هم که قوز بالا قوز است. شاید باور نکنید، اما وقتی بررسی کردم متوجه شدم برخی از همین بینندگان ویدیوهای کانال که مشتاق هستند و بعضا تا حدودی هم هرا از نمی توانند تشخیص دهند، حتی می ترسند در تاریکی در اتاق خودشان چند لحظه تفکر کنند. خیلی بده، خیلی بده. دفع ترس یکی از عوامل مهم برای موفقیت در علوم روحانی است، چرا که در بعضی از چله ها و هزارات وقتی خدام و روحانیت متوجه شوند شما ترس دارید، هرچند اندک حاضر نمی شوند. گفتم دیگه، چرا که متوجه هستند شما ظرفیت حضور آنان را ندارید. حال بماند که در بعضی دیگر از چله ها و هزارات احتمال دارد موجودات موزی حاضر شوند که خب افراد ترسو قبض روح می شوند. خب پرحرفی نکنیم، بریم سراغ یک روش مؤثر برای دفع ترس و ایجاد شجاعت. خب روز دوشنبه پس از نماز ظهر بر ورقه سفید بدون خط با زعفران و گلاب نقش می کنید. این طلسمی که من اینجا الان نقش می کنم. و بعد بخور می دهید به اسپند و اندکی کندور به مدت 15 دقیقه و بعد طلسم را همراه خود نگه می دارید. به مدت 21 روز هر روز در هر شرایطی، ایستاده، نشسته، راه رفته، راه بروید، در ماشین هستید، هر جا 786 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم به نیت دفع ترس 21 روز. بله، خب من بکشم، امیدوارم که واضح باشه. بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. باز اینجا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن رحیم. پس از این که نقش کردید بسم الله الرحمن الرحیم، اعداد رو می نویسید. اعداد رو به چه صورت؟
از کوچک به بزرگ. 66 به بسم 102 رحمان 329 عذرخواهی میکنم اسم رحیم 289. ببینید اول الله بعد بسمه یعنی 102 بعد رحیم بعد رحمان. عذرخواهی میکنم من اینا رو اشتباه کردم. اول 289 بعد 329. باز 66 102 289 329 66 102 289 329 بله این هم از کامل کردن این جدول. بعد پایینش این پایین همینا که من می نویسم شما هم نقش می کنید. اینایی که نقش می کنم بله بله تا اینجا واضح بود. بگذارید من اینجا براتون بنویسم بقیهش ادامه دلست رو. بله ولا حول ولا قوة إلا بالله على علي العظيم. پس این هم شد طلسم عزیزان من. بله خب یه بار دیگه میگم ببینید روز دوشنبه پس از نماز ظهر بر ورقه سفید بدون خط با زعفران و گلاب نقش میکنید و بخور میدهید به اسپند و اندکی کندور به مدت 15 دقیقه و بعد تلسم را همراه خود نگه می‌دارید به مدت 21 روز. هر روز در هر شرایطی نیازی نیست فل مجلس در یک ساعت خاصی باشد. 786 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم
به نیت دفع ترس. خب به بعدش هم می توانید طلسم را همراه خود نگه دارید، می توانید هم نه لایه قرآنی نگه دارید. اسم خودتان و مادرتان را هم در گوشه در همین جا طلسم می توانید بنویسید. مثلا همین گوشه شما می توانید بنویسید مثلا محمد مثلا زاده فاطمه. ولی نیازی نیست حتما پایین بنویسید، وسط بنویسید، همین یه گوشه ای از این طلسم بنویسید کفایت میکنه. بله خب امیدوارم که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله العبد سید رحمانی.